چشمتون روشن دارم میرم دیگه، الان راضی شدین؟ برین جشن بگیرین. ولش کن بابا، چی کار داری آخه؟ حرف نزن، میخوام دلمو خنک کنم. نه اینکه وقتی من اومدم زرق و برق ساختمونتون از بین رفت، الان که دارم میرم ارزشش میره بالا. تو هم که اصلا خفه نشو، دو دقیقه راحت نمیذارن آدمو. الو، چطوری؟ بد نیستم، تو چطوری؟ خوبم، کارم تموم شد، دارم میرم پیش مامان اینا. ببخشید سرم خیلی شلوغ بود، حتی نتونستم زنگ بزنم بابت گلا ازت تشکر کنم. این من بودم که بعد از اون همه کار که واسم کردی وقت نکرده بودم ازت تشکر کنم. دیشب اومدم بهت زنگ زدم قبلش ولی خاموش بودی. وقتی دیدم چراغ خونت روشنه اومدم بالا دیگه، ولی نشنیدی. خسته بودم، خوابم برده بود. مامانت چطوره؟ خوبه، درمانو شروع کردم، فعلا هر روز میرم و میام. بعد دیالیز خیلی خسته میشم ولی بهتره. به خاطر دکترم خیلی ممنونم. خوشحال شدم که کاری کردم. خیلی زحمت کشید. به هر حال من همینطوری زنگ زدم. همیشه نمیتونم حرف بزنم، همش تو ماشینم، نمیتونم جواب بدم، ببخشید. خواهش میکنم. راستی مصطفی، من اسباب کشی میکنم. جدی؟ آره، پله ها خیلی خستم میکرد، یه خونه یه دیگه پیدا کردم. بذار اسباب کشی کنم، تموم شه زنگ میزنم بهت خبر میدم. باشه، منتظرم. خدافظ، میبینمت. یکم یواشتر بابا، چه خبرت؟ وسایلن اینا آشغال نیستن. هوا سرده، تو هم اینجا زیاد نشین، برو تو اتاقت. چی شد؟ چی گفت؟ خیلی ناراحته، هیچی نمیگه. تمام شبو تو خیابونا دنبالش گشتم. منو باش، بگو واسه من قیافه نگیره ها، من هیچی نگفتم، فقط گفتم سوار تاکسیشو بیا خونه، ما پولشو میدی. زن خراب بود نبود نمیدونم، ولی حداقل میدونستیم پیش اونه، الان خدا میدونه کجاست. برو به شوهرت برس، میترسم مریض بشه. راست میگی، خواهرش که به فکرش نیست، حداقل ما به فکرش باشیم. خدا بهت صبر بده مقدس، صبر بده. ولی من خیلی دلم میخواست بخونیشو بدونی، برام خیلی مهمه. هیچ کدوم از حرفاتو باور نمی کنم. شاید یه روز. هیچ وقت. هرگز، هرگز اون روز نمیاد.
کریم، داره میری یه داره پلیس؟ اما پلیس ها از دستم عصبانی هن، چون خیلی زود زود بهشون زنگ زدم. تو بپرس ببین چیزی پیدا کردن یا نه. باشه میپرسم، ولی به من خبر بده. باشه باشه، نگران نباش. صبح بخیر. صبح بخیر. کریم رفت اداره پلیس، دنبال فاطمه گل میگرد. فاطمه گل، فاطمه گل، خدا رو شکر، خدا رو شکر برگشتی. خیلی ترسیدم، ترسیدم که دیگه نبینمت. مریم جون داره منو صدا میکنه. ایوا، فاطمه گل برگشته، اون برای حصار بود. چی شده؟ بیهوشه؟ وای لباسش خیسه، ببرش تو لباسش رو عوض کنی. خیلی تب داره. فاطمه گل خواهرم، خواهر گلم، بذارش کنار بخاری. چرا نیومده خونه؟ داره تو تب میسوزه. باید کنار بخاری فوراً لباساشو در بیارین. مقدس خانم شما لطفاً تختشو آماده کن. تو هم برو یه لیوان آب بیار، من تبشو میارم پایین. صاحب کن لباساشو در بیارم. خوب میشه. آره خواهرم یه وقت چیزیش نشه. پاهاشم خیسه خیسه. کریم بیا بهم کمک کن لطفاً. فاطمه گل از کی اونجا نشستی؟ داداش راه می بود و داره تو رو صدا میکنه. اومدم اومدم.
دخترم خیلی سردته؟ فاطمه گل ببین برات آب آوردم، بیا یکم بخور. داداش فاطمه گل همین که برگشتی اومدی خونه، خدا رو شکر خدا رو شکر. حالا بذار لباساشو در بیاره بعد. من میرم بیرون. من الان برات سوپ درست میکنم، میخوری خوب خوب میشی. کریم برو دکتر خبر کن. ببینم مگه نگفتی میتونی تبشو بیاری پایین؟ خب آره، ولی حتما باید دکتر ببینتش. کریم متشکرم، خیلی متشکرم. من که کاری نکردم. خواهرمو پیدا کردی آوردی؟ پیداش نکردم، خودش برگشت. ممنونم، خیلی ممنونم. تنهاش نذار، من میرم برمیگردم. باشه، دیر نکنی. باشه، دکترو زود بیاریش اینجا. پنج تا ده دقیقه دیگه بعد میریم عشقم، منتظر مامانم حاضر شه. حولش نکن بیچاره رو، هنوز مغازه باز نشدن. آره ولی دفتر ازدواج بازه، باید زود بریم ازشون وقت بگیریم. میبینم که بیشتر از من حول میکنی. واقعا عزیزم بعدن میبینم. میبینمت. سلیم اینجا چه کار میکنی؟ از اون پودرت زدم، ببخشی تابلوه؟ باید قبل این که بیفتین به جون هم فکرشو میکردی. خب دیگه اگه حاضری بری. ورال کجاست؟ آقا ورال تقریبا یک ساعت پیش رفتن لما خانم. بزنم به تخته از کارش راضیه. شده تو خواب منو دیدی؟ صبح خیر. صبح خیر. آدم جالبی هستی ها، باید عادت کنم. صورتت چی شده؟ صورت خودت چی شده؟ من خوردم به در، به یه در کاملا وحشی. واسه من یکم اهلی تر. بازم میریم خونه تو؟ نه این دفعه فقط میکردی. خارج از شهر نمیرم و از الان بگم. نگران نباش، میریم همین دور برم. فاطمه گل بیا
بیا دخترم یکم از شیرت بخور. سردشه خواهرم سردشه. لحافو بکشیم روش بکشیم. نه 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 نه. فعلا تب و لرز داره. اینجوری بهتره. فاطمه گل بیا دخترم بیا یکم دیگه بخور. آقا دکتر بیاد ببینه چشاتو وا کردی ها؟ این دکتره چرا نیومد پس؟ نکنه کری پیدا نکرده. پیدا میکنه نگران نباش. خدا رو شکر. خدا رو شکر برگشتی. خیلی ترسیدم. ترسیدم که دیگه نبینمت. راه میخوان. کریم اومد. اومد کریم. شنیدی فاطمه گل دکتر اومد. خوش اومدی. خیلی ممنون. بفرمی بفرمی. تو رو خدا به خواهرم کمک کنین. خوب شد. شما نگران نباش. چشمتون روشن. مرسی. بیا تو. نه مزاحم نمیشم. بیا خوب. این همه زنگ زدی با پای خودش اومد دیدی؟ تو کیفشم اصلا پول نداشت. لابد پیاده اومده دیگه. گرسنه مونده قش کرده افتاده زمین. فعلا خداحافظ. من بعدا سر. دمت گرم داداش. خداحافظ. فاطمه گل آقا دکتر اومده. ای بننه آقای دکتر. خوش اومدی. سلام. آب لیمو و سرکه گذاشتم رو پیشونیش ولرمه. خودش گیاه درمانی میکنه ولی گفت باید دکتر بیاد. رحمی هول نکنه یه وقت. فاطمه گل دخترم آقای دکتر میخوان معاینت کنن. حالا چطوره دخترم؟ تبشو کنترل میکنین؟ 38.4 اما الان تب و لرز داره. شاید بیشتر شده باشه. اینو لطفا بذارین. البته. سرم درد میکنه. از تب از تب. الان معاینش میکنم. دخترم بذار گوش کنم. دخترم دکتر میخواد صدای قلب تو گوش کنه. ما بریم بیرون. باشه. نه دیگه پرسنل خارجی قبول نمی کنم. حوصله درگیری اونا رو ندارم. اومدنشون یه مشکل، رفتنشون هم یه مشکل دیگه. اصلا نمیشه. همیشه این حرفو میزنن ولی آخرش بی برو برگرد مشکل ساز میشن. بله مامان. فعلا یه لحظه اردوان. ببینید من حرف آخرمو زدم. اگه ممکنه یه خانواده باشه که بچه هم نداشته باشن، میان سال باشن، باشه، منتظر خبرتون هستم. خداحافظ شما. این آخریشه دیگه. اینم نشه بی خیال میشم. صورتت چی شده؟ صورتم؟ آها چیزه، دیشب از رو ترت میل افتادم رو زمین. با سلیم دعوا کردی؟ نه بابا جریان این نیست. میدونستم قراره اینو بگی، واسه همین خواستم یواشکی برم. من با سلیم دعوا موا نکردم. ببین راستشو به هم بگو. با کریم دعوامون شد. باید صورت اونم ببینی. اوف. چرا دست از سر اون بر نمیدارین شماها؟ ما دست بر نمیداریم ماما. یه نگاه به صورتم بنداز. یارو بهم حمله کرده. همینطوری بدون دلیل حمله کرد. خدا میدونه چی گفتی چی کارش کردی. مامان من اردوانم پسرت. به جای اینکه طرف کریمو بگیری طرف منو بگیری. تو به هم قول داده بودی. گفتی قراره آدم خوبی بشی. من از اولم خوب بودم. وا
واسه همینه که خواستم بهش کمک کنم. دختره گم شده، داشتیم راجع به اینکه چیکار کنیم چطوری پیداش کنیم صحبت میکردیم که یهو حمله کرد. بس دیگه، نمیخوام بشنوم. نه در مورد اون پسره نه در مورد اون دختره، نمیخوام چیزی بدونم. تمومش کنین این بحثو. باشه مامان، تموم میشه، نگران نباش. تمومش میکنم. اردوان، چیزی نیست، اتفاق میفته. بلا به دور. یادم رفته بود کمرمو ببندم، یه ماشین اومد از پشت زد بهم. بعد شانسیه دیگه. ای بابا. کاش زود نمیرفتم. خودم شما رو جایی که میخواستین بریم میرسونم. گفتم که مهم نیست، فراموشش کن. برو، عجله دارم. بروی چشم. بدجوری سرما خورده دخترم، معلومه بدنت هم خیلی ضعیف شده. لابد غذای چیزی هم نخورده دیگه. واسه اینکه رو به بهبود بره باید این آمپولا رو 5 روز پشت سر هم بزنه. میزنه حتما. تو هم میتونی بزنی؟ نه من تا مجبور نشم نمیزنم. کلینیک میبریم، اونا خودشون میزنن. درسته، این کار تخصص طبی میخواد. یه چند تا دارو واسش مینویسم، ویتامین و اینا. ابننم برات زود شربت عسل درست میکنم. درست میکنم، توش میوه میریزم. تا 2-3 روز دیگه خوب میشی، ولی از من میشنوی خوب استراحت کن. اینا هم ازت مراقبت میکنن. من خودم مواظبش هستم، بیشتر از خودم. خیلی خوب. آلرژی دارویی که نداری دخترم؟ نه بچه که بود پرتقال حالش به هم میزد، یکم هم توت فرنگی. بزرگ شد دیگه خوب شد. رحمی، پنیسیلین چی؟ نه حامله که نیستی؟ نه. خیلی مطمئن اینا؟ این داروها رو بگیریم. همین الان میگیرم میام. خیلی خوب، پس فردا باز میام میبینم ات فاطمه گلخانه. تا اون موقع خوب میشم. خب با اجازتون. وای، قراره این همه آمپول بزنه؟ ممنونم، دستتون درد نکنه، زحمت اجازه بدین من برسونم اتون. نه حالا که تا اینجا اومدم تو کوچه بغل یه مریض پیر دارم، میخوام برم اونم ببینم. هممون اسیر آواره خودت کردی، حالا بگی بخوام. منو باش، نمیدونی از چه بلایی نجات پیدا کردی. خدافظ. اون دختره میدونی کیه؟ هرزگیش به کنار، میدونی کیه؟ مقدس خانم. بالاخره که میفهمه. کی؟ یادت یکی اینجا نشونی تو خواسته بود؟ این بود. دوست مصطفی. خوبه حالا خارج از شهر نیستیم. ما چرا من آوردی اینجا؟ هیچی، خواستم یکم هوا بخوریم، فقط همین. اینم بازی جدیدته؟ نه، فقط میخوام یکم بیشتر با هم آشنا شیم. کنجکاو شدم. ببین اگه بخوای کاری با هم بکنی سامی تعقیبمون میکنه، خودش حسابتو میذاره کف دسته. نه ترس، فقط میخوام داستان زندگیتو بدونم. کسی که عاشقشی کیه؟ و دختری که اون عاشقشه کیه؟ برو بابا تو هم. آه، کمک! چرا اومدی تو زندگیم؟ حرف بزن. چطور منو انداختی تو تله؟ ببینم تو دیوونه شدی؟ از اولین لحظه ای که شناختم ات ثانیه به ثانیهشو باید بگی. زود باش. پس اون مصطفی بود. کسی که زنگ در رو زد.
ریکی، کسی که واسش گل آورده بود. پس اون مصطفی بود. فاطمه گل دخترم، خواهش نکن رو تخت اون خوابیده بودم. اون زنی که به جای من رفته سراغش. مرد جماعت همینه، به خاطر چی تو رو تنها گذاشتن؟ ببین با چه کسی دوست شده. چرا اینقدر این آدم ها پستن؟ چرا این آدم ها اینقدر بدن؟ فاطمه گل نکن دخترم، خواهش میکنم. چرا؟ چرا؟ چرا اینقدر این آدم ها بدن؟ چرا؟ 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 چرا اینقدر این آدم ها بدن؟ چرا؟ صبح بخیر. اوهو، اوضاع تو از سلیمم بدتره. اردوان، امروز آقای تورانر قراره بیاد شرکت، جل چشم نباش. تو اینجوری، سلیمم اونجوری. اصلا قبل عروسی به همون مشکوک نشه، خیال نکنه خبریه. هرچی شما امر کنی. چه خبر مصطفی؟ هیچی، سلامتی. حال مامانت چطوره؟ خیلی خوبه، ممنون. چیزی شده؟ دنبال چی میگردی؟ دیشب آقا اردوان با کدوم ماشین از اینجا رفت؟ تصادف کرده. دیشب همشون با ماشین آقا منیر رفتن. آقا وورال و آقا سلیم هم بودن. سوار یه ماشین شدن. چیزی نشده؟ آره سالمه. تصادف مصادف از کجا در آورد؟ شاید بعدن با یکی دیگه رفته با ماشین اونا. نه نه، آقا منیر رسوندتشون خونه. صبح که رفتم آقا رشادو بیارم، نگهبانیشون آقا رضا گفت. حتی ماشین آقا بورال هم ما فرستادیم خونهشون. پس یعنی تصادف نکرده. من این فکر رو کردم. گفتم حتما من اشتباه میکنم. خب چای میخورم؟ بلند چای دم کن. چای گفتم که به جون مامانم، به خدا تو رو نمیشناختم. از کجا قرار بود بشناسم؟ یعنی کسی تو رو نفرستاده دنبال من؟ کی باید این کارو بکنه؟ دیوونه شدی؟ من حتی اسم تو رو نمیدونم، نمیخوامم بدونم. به من چه؟ واسه یه بارم که شده ازت سوالی چیزی پرسیدم؟ باشه، خیلی کنجکاو بودم بدونم چرا به هم دست نزدی. دیوونه زیاده. ولی بازم به من ربطی نداره. خیلی خوب، آروم باش، سوار شو بریم. دیوونه از روانی چیه؟ من همینجوریشم اعصاب ندارم، اینم داره با اعصابم بازی میکنه. روانی هنوز چیزی از دوست پسرت بهم نگفتی؟ تو رو خدا بی خیالم شد. دوست پسر کدومه؟ خواهش میکنم هرچی زودتر منو یه جایی پیاده کن. بعدش هم نه زنگ بزن نه سراغمو بگیر. یعنی قهر کنی؟ را بیفت تو رو خدا، دیوونم نکن. گن زدی به اعصابم، ترسوندیم. عمدی بود نه؟ خواستی منو به ترسونی؟ آره. من که بدیشو نمیخوام، میخوام در جریان باشه. حقیقت مثل یه سیلی خورد تو صورت فاطمه گل. تو میدونی نارو خوردن از آدمایی که بهشون اعتماد میکنی یعنی چی؟ میدونی اتفاقایی که تو اون خونه دختره براش افتاد یعنی چی؟ میدونم، ولی فاطمه گل یه ضربه دیگه که حتی به فکرمونم نمیرسید خورد. اون زخمی تر از قبله. تو رو خدا بعد این بیشتر مراعات حالشو بکن. یکم مهربونی کن، درکش کن، وگرنه قاطی میکنه، واسه همیشه خودشو میبازه. آره اینه، دیوونه ها نگاه میکنه.
وقتی تو خونه نبودی رو این تخت نخوابیدم، رفتم پیش مامایینا خوابیدم. تنهایی خیلی میترسیدم. هممون ترسیدیم، خیلی هم ترسیدیم. مصطفی چجوری راضی شد ازت جدا شه؟ اسمشو از کجا میدونی؟ خب وقتی داشتی تعریف میکردی گفتی. گفتم؟ اصلا حواسم سر جاش نیست. فاطمه گل، سردت که نیست؟ تو استانبول جز تو دوست دیگه ای ندارم، کس دیگه ای رم نمیشناسم، جایی هم ندارم برم. نامزدت چی؟ زنگ بزنی بهش بگی دوست نداره منو ببینه. یعنی تا این حد متنفره؟ منم نمیخوام ببینمش، تازه یه آدم دیگه ای تو زندگیمه. ها، میخوای بری دستشویی؟ به من بگو چی میخوای، بگو به. چه بویی داره میاد، زن داداش با دسته خودش درست کرده. دخترم این سوپو بخوره خوب شه. وا چی کار میکنی؟ این صندوقو میندازمش بیرون. آفرین به تو، زودتر از این باید مینداختیش تو. یه لحظه ولش کن، ولش کن فاطمه گل، ما میبریمش عزیزم. خودم میندازمش بیرون. تو بخور، بگی سرشو، بگی بگی فاطمه گل، بگی سرشو، بگی 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 دخترم. ای خدا کمکم کن دخترم، بگیش. من میبردمش. مصطفی رفت به کارش. سردت میشه اینجا با نیستا عزیزم، بریم تو. آتیشه هرسش نمیذاره سردش بشه، نگران نباش. خدا بگم چی کارت نکنه، الان سرماخوردگیت بیشتر میشه. بیا تا سوپت سرد نشده بیا بگیر بخور. خوبم داداش، خیلی خوبم، نگران من نباش. تمام شد و رفت. داروهاشو گرفتی؟ گرفتم، روش دستور پزشکم نوشته، آمپولام اینجا. باشه بده من. فقط باید بعد غذا بخوره. باشه، الان داره سوپشو میخوره. بخورم گرفتم شبا درست کنه، واسه تنفسش خوبه. دستت درد نکنه. تولومبا گرفته، فاطمه گل دوست داره. مرادم دوست داره. من به خاطر تو بر نگشتم این خونه، میدونی که اومدم خونه خودم پیش داداشم. خیلی خوب، همین که اومدی کافی، هیچ ارزشی برام نداری. باش، بودن یا نبودنت کنارم برام هیچ فرقی نداره، واسه اینکه نبینمت وجود نداری. با دارو گرفتن و با شیرینی خریدن و محبتت به من و نگاه های دلسوزانت فکر نکن میبخشم اتا. من دلسوزانه نگاه نمی کنم. با نامه نوشتن این کارا نمیبخشمت. نمیتونی با دو خط نوشته خیال خودتو راحت کنی. بعد این یه فاطمه گل دیگر رو میشناسی، نمیذارم کسی بهم ناحقی کنه. چی شده؟ اگه اذیتم کنی منم حرف واسه گفتن زیاد دارم، حواست باشه. همه حواسشون باشه. بفرما، مهربونی کن و نمیدونم کتابیا و از این حرفا، بفرما تحویل بگیر. بشین، بیا بشین سوپتو بخور دخترم. بخور بخور غذاتو بخور، عصبانی نشو عصبانی نشو. اینم یه چیزی شده؟
رفته اون خونه اخلاقش عوض شده. اینجا میخوام پیاده شم. صبر کن، حالا تازه اتوبان رد کردیم، یه جای شلوختری پیاده میشی. نگران نباش، ولت میکنم. ندزدیدمت، میبینی که. الو. سلام آسون. منو ببین، دیگه به هم زنگ نزن. فاطمه گل دیگه پیش من نیست. چرا دست از سرم بر نمیداری؟ نه وایسا، فاطمه گل رو پیدا کردیم. پیدا شد؟ آره، صبح اومده خونه. خدا رو شکر، حالش خوبه؟ یکم مریضه، سرما خورده، ولی در کل خوبه. گفتم خبر بدم. باشه، چشمتون روشن. بعد از این دیگه مزاحم من نشین. به اونا هم بگو که مزاحمم نشن. تو هم زنگ نزن. چرا اینجوری میگی؟ حالا که خیلی خوب همدیگر رو میشناسیم، میتونیم هر از گاهی همدیگر رو ببینیم، نه؟ خالتم که حتما اجازه میده. لااقل تو یکی پس نباش. لااقل تو اینو نگو. میخوام پیاده شم، نگهدار. تو هم دیگه سراغ من نیا. شمارم هم عوض میکنم. خدافظ. لیست کادوام تموم شد. ملکم، هر چی تو مغازه بود اسم همشون رو تو لیست نوشتی. مهمونا سختشون میشه یه وقتی. بهتر از کادوی مسخره است. هر چی ملکم جون بگه همینه. حالا میریم سراغ یادگاریا؟ بله بله، اونم همینجاست، خیلی نزدیکه. بس بریم. بریم. الو. دختره برگشته خونه. شوخی میکنه. همین الان فهمیدم. چه جوری شو ول کن، داستانش مفصله، بعدم برات تعریف. مطمئنی دیگه؟ باشه باشه، عالیه. به همه بگو من بعد از ظهر میام. باشه، میبینمت. فعلا خدافظ. ریز ریز. باشه. دخترم، دخترم، میخوای یکم بخوابی و استراحت کنی؟ دیگه نمیخوام ناراحتم کنن مریم جون. میخوام همه چی عوض شه. منم همینو میخوام. میخوام دیگه قصه نخوری، خنده از رو لبت کم نشی. کریم، کجا داری میری؟ میرم سر کار، ازم خواستن مونتاژ کنم. باشه، برو به سلامت. خداحافظ. چی کار داریم میکنی؟ فاطمه گل میدونه. بریزیمشون دور، استفاده میکنیم. خب ای بابا صبر کن. Thank you.
شد رفت ببینش. اینو رو بدش به من.